بازداشت مسعود نیلی برای یک دعوت میکنم از سرور گرانقدرم استاد دکتر مسعود نیلی. این تقدیر به پاس خدمات ایشون در طی 40 سال گذشته که منجر به ترویج گفتمان بخش خصوصی شده انجام میگیره. جناب استاد دکتر مسعود نیلی. مبارک باشه دکتر. میکروفونم تو آوانسن هستش، این نکته دنایی دکتر نیلی علاوه بر صحبتاتون در کلیپ ایراد بفرمایید. متشکرم. خب به نام خدا، خیلی خوشحالم از این مناسبت و تشکر میکنم از اتاق تهران که از دوره هشتم این ابتکار رو به خرج دادن و به نظر من کار خیلی خوب و جالبی بوده و انشالله که همینطورم بتونه تداوم پیدا بکنه. من یه متن کوتاهی رو نوشتم که اینجا براتون قرائت میکنم. 40 سال پیش وقتی پا به عرصه علم اقتصاد گذاشتم، سوال‌های بزرگ مرتبط با آرزوهای بزرگتر در سر داشتم. با اشتیاق می‌خواستم بدانم چگونه می‌توان به یک کشور توسعه یافته تبدیل شد. برای دانستن اینکه آنانی که به این مرحله رسیده‌اند چه کرده‌اند، سر از پا نمی‌شناختند. اینکه یک کشور در حال توسعه برای آنکه بتواند به رشد‌های اقتصادی بالا دست پیدا کند لازم است چه کار کند، برایم دغدغه‌ای جدی بود. طی 40 سال گذشته بخش زیادی از آنچه یاد گرفتم پاسخهای مختلف و از زوایای مختلف مرتبط با این سوالات بوده است. این سوالات مربوط به رویاهایی بودند که از همون سالهای اول در سر داشتم. این رویاها هرچند هیچگاه من را رها نکرده اند، اما با عبور از مراحل جوانی به میانسالی و سپس مراحل بعد تنها پخته تر، به هنگام تر و واقع بینانه تر شده اند. در مسیر شکلگیری تحولات رویاهایم، توسعه یافتگی کشورم را در گاز با قطر، در نفت با عربستان، در توریسم و صنعت با ترکیه و در موقعیت ممتاز جغرافیایی با امارات به عنوان کشورهایی که هر کدام به طور منفرد فقط یکی از مواهب ما را دارند مورد سنجش و ارزیابی قرار می دادم. وقتی فشار مشکلات طاقت فرسا می شود، چشمها را می بندم و به رویاهایم می اندیشم. با خودم می گویم کشوری که در گاز رتبه دوم جهانی را دارد حتما می توانسته اقلن به اندازه نصف همسایه‌اش قطر گاز صادر کند. کشوری که دارای رتبه چهارم در برخورداری از ذخایر نفتی است یقینا می توانسته به اندازه 4 میلیون بشکه نفت در روز صادر کند. ما حتما قادر بوده ایم که با مشارکت تولید کننده های صنعتی معتبر جهانی، بزرگترین خودروساز و بزرگترین سازنده لوازم خانگی و ماشین‌آلات و تجهیزات در منطقه پیرامونی خود باشیم و بدون تردید ورود حداقل به اندازه نیمی از تعداد گردشگرانی که به ترکیه می‌روند به ایران تصوری خیالی محسوب نمی‌شده است. با این محاسبات ما می‌توانستیم در مجموع حدود 350 میلیارد دلار صادرات و تولید ناخالص داخلی در حدود 1200 میلیارد دلار داشته باشیم. تحقق تورم 3% و نرخ بیکاری در همین حدود و رشد اقتصادی بیش از 5% آرزوهای خیالی تلقی نمی شده است. در چنین اقتصادی
فقر و بیکاری از کشور رخت بر می‌بست و بی‌معنی می‌شد. دیگر کودکی زباله‌گردی نمی‌کرد. آن جوان رعنا کولبری نمی کرد. آن آموزگار سخت کوش مسافرکشی نمی کرد. و آن بانوی زحمتکش از فشار فقر به مرگ دست جمعی خانوادهش رو نمی آورد. در آن رویای شیرین بهترین دانشگاه های جهان با دانشگاه های خوب ما همکاری تنگاتنگی می داشتند و جوانان تربیت یافته ما در مراکز تحقیق و توسعه می توانستند هوش مصنوعی را به درون صنایع پتروشیمی و خودرو و دیگر صنایع ببرند. ما می توانستیم در مرز تکنولوژی سازنده خودروهای برقی و خودروهای بدون سرنشین باشیم. ما می توانستیم صادر کننده بزرگ صنعتی و خدماتی منطقه باشیم و کم آبی را کنترل کنیم. ایران می توانست مرکز مالی منطقه بزرگ پیرامونی خود باشد و از این طریق مسئله‌ای به نام تنگنای تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی اساساً موضوعیت پیدا نمی‌کرد. زنان جوان و تحصیل کرده ما به جای تحمل نرخ‌های بیکاری بیش از 50% می توانستند در کارخانجات و مراکز خدمات پیشرفته کشور عزیزمان فعالیت کنند. شک نکنید که تعداد زاد و ولد نیز در آن حالت به مراتب بیشتر از حالت هشدار دهنده فعلی می شد که شوربختانه به محرک های عجیب و ناکارآمدی که هر روز اعلام می شود پاسخی نمی دهد. دولت ما می توانست بدون آنکه در تنگنای کسری بودجه مزمن باشد با بودجه سالانه در حدود 250 میلیارد دلار خدمات عمومی را با کیفیت ممتاز ارائه کند. کارشناسانی با توان را به استخدام درآورد. سالانه بیش از 60 میلیارد دلار در زیر ساختها سرمایه گذاری کند. آموزش و بهداشت را با کیفیت قابل قبول در اقصا نقاط کشور عرضه کند. حمل و نقل عمومی را توسعه مکفی دهد به گونه ای که جابجایی بار و مسافر با قیمت‌های واقعی انرژی به راحتی انجام شود. دولت می توانست منابع کافی را برای حفاظت از ظرفیت‌های زیست محیطی مانند دریاچه ارومیه عزیز از یک طرف و میراث فرهنگی و تاریخی از طرف دیگر اختصاص دهد. به این فهرست رویایی می توان همچنان افزود و تصورات ذهنی را متوقع به آن به حرکت درآورد. اما واقعا چه شده است که این گونه نیستیم؟ وقتی چشمهایم را باز می کنم و به اطرافم می نگرم، سیل غمها به قلبم هجوم می آورد. آخر چطور ممکن است کشوری تا این اندازه ثروتمند این گونه فقیر باشد؟ آیا این باور کردنی است که کشوری با رتبه دوم گاز و رتبه چهارم نفت نه تنها در تأمین انرژی جهان جایگاهی نداشته باشد، بلکه حتی در تأمین انرژی مورد نیاز خود نیز دچار استیصال باشد؟ چطور می توان پذیرفت که برای کشوری با این حجم عظیم از منابع دولتی با کسری بودجه مزمن و رو به افزایش ارائه دهنده خدماتی با کیفیت نازل باشد؟ تعداد قابل توجهی از کشورهای جهان که فاقد هر گونه منابع طبیعی خدادادی بودند چگونه توانستند تورم‌های پایدار زیر 5% و نرخ‌های بیکاری زیر 5% و رشد‌های اقتصادی بیش از 5% داشته باشند؟ چرا ما هنوز درگیر بحث‌های تمام نشدنی از قبیل اینکه عدالت اجتماعی بهتر است یا رشد اقتصادی، حالان که ما خود به هیچ یک دست نیافته‌ایم؟ علم اقتصاد علم است یا شبه علم؟ چرا در حالی که بانک‌های ما با نرخ‌های سود در دامنه 30% فعالیت می‌کنند، بانک‌های کشورهای دیگر را که با هزینه ناچیز فعالیت‌های اقتصادی را تأمین می‌کنند، مورد نکوهش قرار می‌دهیم که ربوی هستند؟ در حالی که کالاهای مصرفی و بعضاً واسطه‌ای صنعتی مورد نیاز کشور از طریق مسیرهای کوهستانی و به طرزی عجیب و غیر انسانی وارد کشور می‌شود، چرا حاضر به پذیرش یک تجارت کم هزینه متعارف نیستیم؟
براستی آیا پاسخی درخور به این سوالات وجود ندارد؟ آیا سربرآوردن این همه مسئله از درون یک کشور نبود آگاهی نسبت به چرایی بروز این مشکلات و عدم توان ارائه راه حل برای آنهاست؟ در حالی که منابع آبی کشور به سرعت در حال اتمام است، تولید انرژی کشور هیچ تناسبی با مصرفش به شدت رو به افزایش آن ندارد و ما را به سرعت به بروز بحران انرژی نزدیک می کند، بودجه دولت به رغم ارائه حداقل خدمات و میزان نازل سرمایه گذاری با کسری نگران کننده روبروست، صندوق های بازنشستگی ورشکسته هستند، بانک ها از مشکلات عمیق ناترازی و عدم کفایت سرمایه رنج می برند، نظام ارضی کشور به شدت فساد آفرینند. دریغ از یک سؤال مسئولانه که چرا این گونه شده ایم؟ وقتی سال 1396 نام این مشکلات را ابر چالش گذاشتم، هدفم آن بود که عظمت مشکلات و کفایت آنها را برای مرگ تدریجی یک کشور که مادر عزیز همه ما محسوب می شود گوشزد کنم. از آن روز تا کنون هر یک روز و یک ساعتی که گذشته به زمان مرگ این مادر مهربان نزدیکتر شده ایم. در این فاصله و در سالهای آتی در مسیر این مرگ تدریجی سیاستمداران ما چه جشن‌ها و شادمانی‌ها که در کنار این بیمار در حال احتضار برگزار نکنند و چه صد آفرین‌ها که به موفقیت‌های خود نگویند. و از همه بدتر دو گروهی هستند که یک گروه به غارت منابع باقی مانده مشغول است و دیگری با جهل و تعصب مسیر رو به مرگ را تسریع می‌کنند. بدترین نوع شکست حکمرانی شکست در تشخیص موقعیت است. بخش خصوصی، دانشگاهیان و کارشناسان مستقل باید به جد به مرگ تدریجی این مادر بیاندیشند و برای آن کاری کنند. یکی که ما برای اهمال و بیمسئولیتی در قبال این فردای نگران کننده مورد سؤال و مؤاخذه آیندگانی قرار خواهیم گرفت که اکنون هیچ توان و اختیاری در ساختن آیندهشان ندارند. ما البته چاره‌ای جز تلاش برای ساختن آینده نداریم. فردا همانی است که خودمان می‌سازیم. خیلی ممنون. پنجشنبه 16 فروردین ماه 1403 خورشیدی برابر است با 4 ماه آوریل 2024 میلادی. خانم ها، آقایان، هموطنان، همزبانان، صمیمانه ترین درودهای من رو از تلویزیون جهانی پارس، برنامه خبرها و نظرها بپذیرید. صدای گرفته من و شرایط سرماخوردگی که بسیاری بهش دوچار شدن هم به این مسائل افزوده و با بسیاری از دوستان که صحبت میکنم این گرفتاری رو دارن. امیدوارم ببخشید صدای گرفته من رو و به هر حال در خدمتتون هستم و خوشحالم که در کنارم جناب دکتر کاظم علمداری، جامعه شناس، فعال سیاسی مدنی، امروز تشریف دارن و این فرصت رو دادن که در خدمتشون باشم و در مورد مسائل بسیاری که پیرامون شرایط کشورمون و آنچه که از نظر از در صحنه بین المللی داره میگذره و مسائل مختلف گفتگو بکنم. خوش آمد میگم به آقای دکتر علمداری و سپاسگزار شرکتشون در برنامه هستم. خیلی متشکرم از شما آقای حجازی. منم سلام میکنم خدمت شما و بینندگان تلویزیون. در خدمت شما هستم. دکتر علمداری، صحبت های این اقتصاددان برجسته ما رو شنیدید. در یک صحبت نسبتاً کوتاه دردی رو که مملکت باش روبرو هست برجسته میکنه و چه میاندیشید راجع به گفته های او؟
بله، این هم یکی از صداهایی است که از درون حکومت بلند میشه در اعتراض به وجوه مختلف اقتصاد. صداهای مختلفی البته از درون نظام بلند میشه و منجر به ریزش بیشتر طرفداران نظام جمهوری اسلامی میشه در حوزه مذهب، سیاست، مسائل فرهنگی، هنری، اجتماعی. و این هم صدایی است که دکتر مسعود نیری، اقتصاددان برجسته، همونطور که اشاره کردید فرد شاخصی است در میان اقتصاددانهای ایران، با توجه به خوشبینی هایی که نسبت به تغییر تحولات در دوره اصلاحات و بعد در دوره حسن روحانی داشت، امروز به ناامیدی به نظر من مطلق رسیده. او به درستی خب اعلام کرد در صحبتش که رویاهایی در سر داشته که اون رویاها همش تبدیل شد به نظر من چالش های بسیار بزرگ و یأس و ناامیدی. امروز او همراه با شاید 10 تن از اقتصاددان های دیگر یا افراد کارشناس در زمینه توسعه، طرح توسعه رو سالهای قبل ریخته بودند، سالهای قبل، و امیدوار بودند که دولت اجازه بده یا دولت همکاری بکنه که بتونه این طرح پیاده بشه. وارد این مباحثم میشم به عنوان کسی که دانش آموخته همین مسئله توسعه هستم، میتونم اظهار نظر بکنم در این زمینه که مسعود نیلی امروز مانند بسیاری از اقتصاددانهای دیگر، خود من هم همین گونه فکر میکنم، به این نتیجه رسیده که طرح توسعه دوره های ده های گذشته تقریبا سپری شده و امروز تنها طرحی که در روی میز قرار گرفته طرح ارتباط زنجیره است که در صحبتاش هم شما به اون در واقع به طور غیر مستقیم و مستقیم اشاره کرده شاهد بودید که اون معتقد است که ایران با توجه به ظرفیت های بسیار بزرگ طبیعی و تولیدی و انسانی، کارشناسی، دانش آموخته ها که در سطوح مختلف با دانش آموخته های دانشگاه های جهان برابری می کنند، میتونست چه امکاناتی فراهم بکنه و چه کشور پیشرفته ای نه تنها در خاورمیانه، به نظر من در صدر جهان به وجود بیاد. و خب امروز صحبت های ایشون نشان دهنده این امر هست که تمام این امکانات و ظرفیت ها از بین رفته و باید به این نتیجه گیری رسید که دلایل ناامیدی و یأس ایشون از کجا نشأت میگیره و دلایل اینکه این وضعیت به اینجا کشیده چیست. به نظر من برای اولین گامی که باید اقتصاددان ها کسانی که در امر توسعه کار میکنند، جامعه شناسان، به این نکته پاسخ بدن که عبور از این نقطه، از این مرحله به آینده‌ای که بشه طرح توسعه پیاده کرد چیست. این اولین گامی است که باید برداشته بشه و من فکر می‌کنم که اقتصاددان‌های شبیه مسعود نیری هم جز این نمی‌اندیشند که باید نگاه کرد که این بحران بسیار بزرگ که اسمش رو ابر چالش گذاشته که به مرگ تدریجی ایران هم منتهی میشه و شده، به نظر میاد که همین روال ادامه پیدا بکنه، این مرگ تدریجی به مرگ به نظران عملی اتفاق خواهد افتاد، رو خواهد داد. و بنابراین باید گفت که ایران در یک بنبست بسیار بسیار بزرگ غیر قابل عبور بدل خواهد شد، مگر اینکه سیاست، قدرت سیاسی، ساختار اقتصاد، ساختار سیاست، ساختار حقوق در ایران تغییر پیدا کنه. بنابراین اولین گام به نظر این هست که ساختار قدرت سیاسی ایران که مانع بزرگ امر توسعه و اقتصاد هست تغییر پیدا بکنه. بحث بسیار به نظر من عمیقی میان کارشناسان حوزه توسعه وجود داره که میان توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی کدوم ارجحیت دارن. به نظر من باید برگشت به شرایط یک جامعه مشخص و پاسخ رو در اون جامعه مشخص داد. به طور کلی میشه گفت که اقتصاد، رشد اقتصادی، توسعه اقتصادی، مثلا توسعه خب وابسته به رشد اقتصادی است، توسعه اقتصادی
میتونه گام اولی باشه، یعنی پیشگامی باشه برای توسعه سیاسی. این به طور تجربی و تئوریک در سراسر جهان پذیرفته شده است، منتها در وضعیت کنونی ایران بنبست سیاسی است. همونطور که در صحبت‌هایشون مطرح شد به درستی، کارشناسان اقتصادی، کارشناسان توسعه طرح‌های بسیار درست و به نظر من واقع گرایانه‌ای رو ارائه دادن به دولت، ولی دستگاه اجرایی نه تنها همکاری نکرد بلکه سد حرکت این طرح‌ها شد. بنابراین باید به این نتیجه رسید که وضعیت کنونی ایران بنبست اساسی رو برای توسعه باید گفت بنبست سیاسی است. گام اول تغییر سیاسی است، تغییر قانونی است، دستگاه قانونی باید عوض بشه برای اینکه این فساد بسیار عمیق و گسترده پایان داده بشه که در هر گوشه ای از قدرت حکومتی از زرش رأسش خود خاتم خامنه ای تا به پایین وجود داره، مانع از حرکت درست افرادی میشه که رویاهایی دارند و داشتند برای تغییر تحول در ایران، رویاهایی داشتند که بتونن با توجه به ظرفیت‌های طبیعی و انسانی و تولیدی انسان ایران جامعه رو به بهبودی به نظرم برجسته‌ای برسونن. بنابراین در خاتمه صحبتم همین امر رو هم روش تکیه بکنم که طرح توسعه امروز ایران با بنبست رو شده. تنها مدل، تنها الگویی که امروز در جهان مطرح است و موفق بوده الگوی مناسبات زنجیری، روابط زنجیری است که تمام کشورها رو به هم دیگه وصل میکنه و ایران هم راهی برایش وجود نداره جز اینکه به تمام با تمام کشورهای جهان به تناسب پتانسیلی که برای مبادله با کشورهایی که داره، حالا نفت میتونه به فروش پول در بیاره، دلار در بیاره، از آلمان تکنولوژی بخره، از آمریکا بخره، از جای دیگر بخره، یا منابع کشاورزیش رو از کشورهای مثلا آمریکای جنوبی مثل برزیل تامین بکنه، مسائلی از این قبیل خود کارشناسان میتونن تعیین بکنن و خود مشکلات بخصوص طبیعی ایران رو باید بگونن به گونه حل بکنن. مسئله کمبود آب هست، مسئله اینکه این به فاجعه‌ای داره بدل میشه که میلیون ها نفر جمعیت مجبور میشن از یک نقطه ایران به نقطه دیگر مهاجرت بکنن. این هم مشکلات هست که من فکر میکنم امروز باید باش با دید سیاسی به عنوان اولین مانع، بزرگترین مانع نگاه کرد. دکتر علمداری، فکر نمیکنید که گفتید که مسئولینی که در واقع باید این کارها رو به مرحله عمل در بیارن اقدامی نمیکنن، فکر نمیکنید که این افرادی که الان روی کار هستند کوچکترین توان، سواد و تسلطی ندارن به آنچه که لازمه؟ و خب وقتی که خمینی برای اولین بار صحبت اقتصاد شد، اون صحبت معروفش هست که اقتصاد مال خره و این ماجرا ادامه پیدا کرده و به خصوص اشاره ای که کردید در مورد مسئله آب، یه مسئله بسیار بسیار جدی هست که معلوم نیست به کجا بیانجامه و مردم وضعشون به چه صورت در بیاد. بله، مسئله آب که خب جنبه های مختلفی داره. یکی این که کمبود آب میتونه در اساس به ادامه زیست بخشی از ایران صدمه جدی وارد بکنه، همطور که اشاره کردم منجر به مهاجرت ها از یک نقطه به نقطه دیگری بشه، و دید مسئله خشکسالی باعث میشه که احتمالاً بخش های دیگر طبیعت انسان صدمه وارد بشه، و سوء استفاده هایی که در این زمینه شده تا به حال انسانی است. یعنی درست است که ممکن است در جهان شما با پدیده مشابهی روبرو بشید که بگید مثلا خشکسالی در اونجا هم بوده، ولی در ایران مسئله انسان ساخته است. دولت مسئول این کار هست که با توجه به فسادی که در درون حکومت هست اجازه داده که در جاهایی که نمی بایست مسیر آب رو عوض کرد عوض بکنن یا چاه های عمیق بزنن، چند هزارها، شاید مثلا ده ها هزار چاه
عمیق زدن که آب مناطق رو مناطق به سبب مجاور رو خشک کردن به دلایل مثلا سودجویی هایی که در درون حکومت وجود داشته یا تغییر مسیر آب مثلا اصفهان به یزد و کرمان و جاهای دیگر به دلیل سیاسی که سیاستمداران در واقع برای منافع محلی خودشون این اقدامات انجام دادن یا مثلا صنایع تولیدی آببر مثل فولاد رو در مناطقی در حواشی اصفهان تأسیس کردن و آب رو صرف تولیدات صنایع سنگین کردن در حالی که این تولیدات میتونست در مناطق ساحلی انجام بگیره و نیازمندی های آب رو از اونجا به دست بیارن آبهای مثلا مصرفی شهری رو و کشاورزی البته در مناطقی که ظرفیت کشاورزی خیلی بالا دارن فساد درونه فساد سیاسی اقتصادی درون حکومت رو باید عامل اصلی این فجایع دونست که حالا ابر چالش که من چه از کنم یه مرگ تدریجی که جمهوری اسلامی اگر واقف هم باشه به این مرگ تدریجی به دلیل این انحصارگری قدرت و اینکه تصفیه ها از زمان از همون سالهای اولیه حکومت جمهوری اسلامی ادامه پیدا کرده و امروز این حلقه کوچکی که از قدرتمندان باقی موندن همونطور که شما به درستی اشاره کردید بی سوادترین افرادی هستند نالایقترین افرادی هستند که صرفا به دلیل اعتقادات مذهبی عقب ماندهشون در مقامات تعیین کننده سیاست های دولتی و حکومتی قرار دارن از خود خامنه ای گرفته تا پایین برای اینکه بتونن قدرت رو حفظ بکنن از یک طرف نیروهای نظامی رو تقویت کردن جامعه رو امنیتی کردن و افرادی که صرفا بر جنگ شرکت کردن ناگهان تبدیل به ژنرال شدن بدون که دوره‌ای رو طی بکنن و امروز اینها هیچ تفکری تخصص جزئی ندارن که تصور رو کنن که با موشک سازی بیشتر هر چقدر قوی تر میتونن منطقه رو هم در اشغال خودشون در بیارن و بخوان احتمالاً ابعاد شیعه گری معتقدین خود خودشون رو جمع بکنن در یه بلوکی با احتمالاً ایجاد سازمان های نیابتی این سیاست خارجی جمهوری اسلامی اینجور تعیین داره میشه سیاست داخلیش هم بر اساس این است که نفت رو گاز رو بفروشیم یا امکانات دیگری که در ایران هست بفروشیم و نیازمندی ها رو تامین بکنیم در واقع تجارت فروش منابع دست اول منابع طبیعی ایران با کشورهایی که میتونن مثلا نیازمندی های اولیه ایران رو که تا به حال به رغم اون که سیاست اولیه جمهوری اسلامی این بود که به اقتصاد کشاورزی توجه بکنه و نیازمندی های کشاورزی رو برآورده بکنه امروز بیش از 50% نیازمندی های کشاورزی وارد میشن و جمهوری اسلامی تا زمانی که این پول رو داره میگیره اون که نیازمندی ها وارد میکنه این ورشکستگی کامل در تمام زمینه هاست که ناشی از فساد و اعتقاداتی است که خود خامنه‌ای و سرداران سپاه دارن که تصمیم گیرنده های اصلی حکومت و دولت امروز هستند. متشکرم آقای دکتر علمداری، با موافقت شما ما پیام های بازرگانیمون رو بشنویم در مراجعت مسائل دیگری رو که مطرحه و به خصوص همین ناکارآمدی و بیسوادی و عمدی که در واقع اون درآمدی هم که حاصل میشه برای نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی ارسال میشه و برای سرکوب مردم داخل مملکت و دختران و پسران و جوانان و اقلیت‌های به اصطلاح مذهبی و قومی. بینندگان گرامی با ما باشید. یک وکیل یک ایالت. دکتر مونا دلدار، برگزیده انجمن ملی وکلای حقوقی آمریکا، به عنوان صد وکیل برتر منتخب انجمن وکلای استثنایی به عنوان وکیل عالی، انتخاب شده انجمن متخصصین به عنوان بهترین وکیل.
و سرانجام برگزیده کانون وکلای تصادفات کالیفرنیا به عنوان 10 وکیل برتر این ایالت. شما هم برای گرفتن حق قانونی خود دکتر منا دلدار از بهترین وکلای تصادفات کالیفرنیا را که در تمام پرونده ها پیروز بوده در کنار خود داشته باشید. تلفن 844 688 9740. آژانس امیری این بار شما را به جزایر زیبای یونان دعوت می کند. تور 13 روزه یونان و ترکیه، دیدار از آتن، سانتورینی، میکونوس، استانبول، رفت و برگشت هواپیما، اقامت در هتل های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. لطفاً قبل از سولد‌آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 2 می. تلفن 818-758-2626 amiritravel.com. برای تماشای تلویزیون ما نیازی به ماهواره ندارید. شبکه ما را می توانید از طریق تمامی پلتفرم های GLBs در هر کجای دنیا که به اینترنت دسترسی دارید تماشا کنید. اگر دیدن برنامه ای را از دست دادید، می توانید با مراجعه به آرشیو 72 ساعته GLBs برنامه مورد علاقه خود را پیدا کرده و تماشا کنید. GLBs، گل ارتباطی شبکه ما با شما. ضمن تبریک عید نوروز خوشحالیم به اطلاع برسانیم که تخفیف بهاری شرکت GLBs از اول ماه مارس تا آخر آپریل 2024 فرصت استثنایی خرید اشتراک GLBs را برای شما فراهم می کند. اشتراک 12 ماهه ی اپ GLBs بر روی تلویزیون های هوشمند فقط 86 دلار آمریکا. اشتراک 6 ماهه فقط 47 دلار آمریکا. باکس HD 500 با اشتراک 6 ماهه با قابلیت تمدید اشتراک فقط 109 دلار آمریکا. برای سفارش لطفاً با شماره تلفن 905-762-5037 تماس گرفته و یا به وبسایت glbiz.com مراجعه کنید. گروه شرکت‌های گولداین در شهرهای بزرگ دنیا نماینده فعال می‌پذیرد. اگر از روابط عمومی بالایی برخوردارید و دوست دارید ساعت کاریتان را خودتان انتخاب کنید، به سایت GL Sales and Marketing مراجعه کنید و فرم مربوط به درخواست همکاری به عنوان نماینده را پر کنید. در صورت تایید سوابق و توانمندی شما به عنوان نماینده شرکت گولداین، می توانید برای فروش تبلیغات در GLBs، شارژ اشتراک GLBs، شارژ اپلیکیشن تلفنی دیجیتال، سرویس های چاپ دیجیتال و دیجیتال ساینج با شرکت گولداین همکاری کنید. این موقعیت فوق‌العاده را از دست ندهید و همین حالا با ما تماس بگیرید. GLBs با کمتر از $1,000 در ماه آگهی های تبلیغاتی شما را دقیقاً در استان مورد نظر شما پخش می نماید. آگهی های GLBs بر روی تلویزیون های هوشمند، تلفن، تبلت های اندروید و اپل و نیز وبسایت پربازدید GLBs پخش خواهند شد. این آگهی ها علاوه بر 10 کانال تلویزیونی پربیننده بر روی فیلم ها و سریال های محبوب GLBs نیز دیده خواهند شد. آگهی خود را به GLBs بسپارید و با خیال راحت شاهد رشد بیزنس خود باشید. 201-647-429-3999. در خدمت جناب دکتر کاظم علمداری هستیم و من سوال هام رو ادامه میدم و در میون میگذارم باشون. آقای دکتر علمداری، در حالی که تورم در ایران داره بیداد میکنه و طبقه متوسط قادر نیست حتی یک قرص نان روی سفرش بیاره،
جمهوری اسلامی داره با دادن کمک‌های مالی به نیروهای نیابتیش در منطقه آشوب به پا می‌کنه و شاهد یک عمل بودیم از طرف اسرائیل که البته تایید نکرده، ولی حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی در سوریه بود و طی اون چند تن از سران سپاه که اونجا جلسه ای داشتن از بین رفتن. عده‌ای این کار رو تقبیح کردن، گفتن که این کار درست نیست از نظر قوانین بین المللی، ولی کسی که این در رو باز کرده و کشوری که و رژیمی که این در رو باز کرده به این گونه کارهای غیر قانونی جمهوری اسلامی بوده، با حمله به سفارتخونه های مختلف، سفارت امریکا، سفارت انگلیس و بقیه کارهایی رو که طی این سالیان مرتکب شده و هیچ قانون و قاعده بین المللی رو رعایت نکرده. نظرتون چیه در این مورد و فکر میکنید که اطلاع مربوط به گرد همایی این تعداد از سران سپاه رو در یک محل و آگاه بودن اسرائیل از اون رو به چه صورت میبینید؟ بله، از زوایای مختلف میشه به این حادثه بسیار بزرگ به نظر من نگاه کرد. نخست اینکه گروه‌هایی، حالا نه خود دولت در ایران، گروه‌های وابسته به دولت و سپاه پاسداران اعلام کردند که محمد رضا زاهدی، اون سردار اصلی که در این حادثه کشته شده، طراح حمله به همون هفته سپتامبر بوده، در واقع طوفان الاقصی که اسمش گذاشتن طراح بوده. وقتی اعلام می‌کنند مشروعیت میبخشن به حمله‌ای که به احتمال خیلی زیاد اسرائیل به او انجام داده. چرا به احتمال زیاد اسرائیل انجام داده؟ به خاطر اینکه حمله هوایی بوده و بمب‌گذاری نبوده، بنابراین میتونه گفت که یکی از کشورها باید انجام داده باشه که دسترسی به فضای سوریه هم داشته باشه. و این فکر میکنم که کسی جز همون کشور جز اسرائیل نباشه. ولی در حال این سیاست جمهوری اسلامی، خب در این حال هم این نکته رو میخوام اضافه بکنم که جمهوری اسلامی دلایل اصلی که نیروهای سپاه قدس رو در سوریه مستقر کرده، در لبنان مستقر کرده، در غزه و عراق مستقر کرده، این است که میخواد با اسرائیل مقابله بکنه، با آمریکا مقابله بکنه. خاک ایران اونجاها نیستن، در واقع هیچ جنبه دفاعی نداره که ما فکر بکنیم که نیروهای قدس رفتن تو این کشورها از خاک ایران منافع ایران دفاع بکنن. این گونه نیست. اینا گروه‌های نیابتی هستن که جمهوری اسلامی برای ایجاد احتمالاً بی‌ثباتی در این کشورها و همینطور تدارک برای آن طرحی که فکر میکنن باید اسرائیل رو از بین ببرن انجام گرفته. برای همه اینها مشروعیت میبخشه به حمله‌ای که اسرائیل کردن کرده. درست است که جمهوری اسلامی در سازمان ملل، شورای امنیت سازمان ملل هم شکایت کردی که تا به حال به جای نرسیده، طرح روسی آورده بود به رای گیری گذاشتن، رای نیورده. ولی این تلاش هم در واقع با این استدلال هایی که ممکن است اسرائیلی بیارن یا طرفداران اسرائیل بیارن خونسا بشه که جمهوری اسلامی برای چی اومده اصلا اونجا مستقر شده. این یه نکته. نکته دوم این که چگونه ممکن است که اسرائیل اطلاع دقیق از محل و ساعت زمان تشکیل این نشست داشته که میدونست این افراد بسیار تعیین کننده و خیلی مهم جمهوری اسلامی در اونجا میتینگ دارن و درست همون نقطه رو زده، یعنی سفارت رو نزده، اونجایی زده که نشسته بودن. باید اطلاعات خیلی دقیقی باید داشته باشه. منابع این اطلاعات یا میتونه جاسوسان خود اسرائیل باشن که در سفارت جمهوری اسلامی هستن یا در حواشی سفارت جمهوری اسلامی هستن و اطلاع داشتن که این میتینگ قرار است انجام بگیره و انجام شده، یا خود سوریه ها که با احتمالاً سیاست یک دستی در سوریه وجود نداره، بخشی از
نیروهای نظامی، بخشی از نیروهای حکومتی حتی سوریه موافق حضور نیروهای قدس در سوریه نیستن، نیروهای نظامی جمهوری اسلامی اونجا نیستن، به دلیل اینکه میدونن حضور نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در واقع منجر میشه که اسرائیل منجر مدام اونها رو در مورد حمله نظامی قرار بده. برای این هم یک منبع میتونه باشه که سوری ها لو داده باشن محل رو. سومین تئوری این است که روس ها این کار کرده باشند، روس ها با این هدف، با این انگیزه که بخوان جنگ میان اسرائیل و غزه رو تبدیل بکنن به جنگ اسرائیل و ایران و آمریکا رو، اروپا رو، متحدین اسرائیل رو بکشونن به جنگ و سرگرم بکنن که ایران چون حالا ممکن است جمهوری اسلامی عقب نشینی بکنه ولی در حال این هدف رو اینا دنبال میکنن که بتونن نیروهای حامی اوکراین رو در واقع منفعل نگه دارن، نگذارن که از در مقابل روس‌ها قرار بگیرن. به همین دلیل اگه جبهه جدیدی، جبهه بزرگ جدیدی باز بکنند، بخشی از توان غرب متوجه اونجا خواهد شد. بنابراین نمیتونه یکی از تئوری ها باشه. این سه تا تئوری رو خدمتتون عرض کردم و اضافه بکنم به این که تحلیل اسرائیل است که جمهوری اسلامی در موقعیتی نیست که بتونه پاسخ مشابه بده، در موقعیت بسیار ضعیفی هست و تلاش میکنه که درگیری بزرگ ایجاد نشه چون وضعیت بی ثباتی داره، میتونه در واقع سرنوشتی که برای صدام رقم خورد برای خامنه‌ای هم رقم بخوره. درست است که اینا تا تونستن موشک تولید بکنن ولی با توجه به ضعف نیروی هوایی جمهوری اسلامی میتونه این موشک هم خونسا بشه و البته بعد حتما موشک هایی هم به مناطقی خواهد خورد ولی سرنوشت نظام جمهوری اسلامی رو به هوا، پاش در هوا خواهد بود. به همین دلیل جمهوری اسلامی بسیار محتاط است که پاسخ مشابهی بده. این هم یکی از تحلیل هایی است که اسرائیل، ارزیابی است که اسرائیل میکنه که میتونه ضربه رو بزنه و اطلاعات گرفته ولی آیا بکنه این کار رو نکنه، پیامد این چه خواهد بود؟ آیا جمهوری اسلامی هم همین کار رو عیناً انجام خواهد داد در مورد کنسولگری های اسرائیل یا نه؟ با توجه به این تحلیلی که اشاره کردم اونها به این نتیجه میرسن که جمهوری اسلامی در توانش نیست، در موقعیتی نیست که بتونه این کار بکنه. کما اینکه غزه که پایگاه اصلی جمهوری اسلامی بود و تمام امکاناتی که در نیروی در دست تروریست های حماس بوده جمهوری اسلامی فراهم کرده، عمدتاً به خصوص بخش‌های نظامیش رو جمهوری اسلامی فراهم کرده، در مثلا شرایط بسیار حساسی که تا به حال 33,000 مردم عادی غزه هم کشته شدند جمهوری اسلامی تکون نخورده، که کاری اصلا نکرده، حتی مواد غذایی هم نفرستاده. حالا کشورهای دیگر مواد غذایی میفرستن، جمهوری اسلامی برای اینکه بگه ما هیچ دخالتی نداریم، چون میدونه پیامد این دخالت مشروعیت میبخشه به احتمالاً حمله به ایران، کمان که خب میدونیم بایدن در آغاز درگیری ها بعد از فاجعه هفته اکتبر تاکید کرده که جمهوری اسلامی دخالت نکنه، ما دنبال جنگ نیستیم، جمهوری اسلامی مراقب باشه دخالت نکنه. در این نکات است که میکنم در ارتباط با این حمله به سوریه، به پایگاه به کنسولگری ایران در سوریه مورد توجه قرار گرفته. دکتر علمداری، سال هاست وضعیت اقتصادی، وضعیت اجتماعی، سرکوب ها، دزدی ها و تجاوز ها در ایران ادامه داره و مردم ما انتظار دارن، مخالفین این رژیم انتظار دارن که بدون اینکه بخوان از کشورهای خارجی به خصوص امریکا دخالت بکنه در براندازی رژیم، مانع این کار نشه و آب به آسیاب جمهوری اسلامی نریزه، ما شاهد این هستیم که به خصوص آقای بایدن و همراهانشون، همفکراشون و خب البته او با مشاورینی به اصطلاح کار میکنه که اونها بهش مشورت میدن،
در واقع روی خودش رو برگردونده به آنچه که جمهوری اسلامی انجام میده در دنیا و جز تشرهایی که میشنویم از اون فراتر نرفته و مردم ما به حق گله‌مندن که نه تنها امریکا به اصطلاح جانبداری نمی‌کنه از جنبش‌هایی که در ایران داره صورت می‌گیره، جنبش زن، زندگی، آزادی و که آخرین اونها بوده، بلکه به صورتی داره کمک می‌کنه که این رژیم هنوز روی کار بمونه. نظرتون راجع به این نظریه چیه؟ آیا این درسته، غلطه و آیا این انتظار بجاست یا نیست؟ بله، ببینید همین مسئله رو هم باز باید از دریچه‌های مختلف نگاه کرد. نخست اینکه آمریکا و کشورهای اروپایی در حدی که ممکن هست از جنبش ایران دفاع کرد، جنبش‌های ایران دفاع کردند و جنبش مهسا هم ما شاهد بودیم که باز به تلاش به اصطلاح تلاش‌هایی که انجام می‌گیره حمایت‌هایی رسوندن و از طرف دیگر هم تحریم‌ها رو همینجور گسترش دادند و بیشتر فشار خارجی رو از طریق اعمال تحریم‌ها وارد کردند. فشارش روی مردم بوده دکتر علمداری. بله، که بیشتر فشارش رو مردم بوده نه رژیم. اینم یه مسئله است که قابل بحث است که اینا اگر حالا بله حتما تحریم روی مردم اثر منفی می‌گذاره، منطقه باید نگاه کرد که چرا خود جمهوری اسلامی که میتونه همین امروز با یک تغییر سیاست تحریم رو خاتمه بده این کار رو نمی کنه. بنابراین بخشی از در بخش اصلی قدرت در ایران دنبال این است که این تحریم ها وجود داشته باشه. تمام فسادهایی که ما بهش اسم میبریم در حاشیه همین تحریم ها داره شکل میگیره. بنابراین اگه کسی در ایران مخالف تحریم هست، به خصوص اپوزیسیون هم هست که مخالف تحریم هست و فکر میکنه که باید رو آمریکا فشار بیارن که تحریم‌ها قطع بشه، خب میتونه جمهوری اسلامی رو روش فشار بیارن که به جای اینکه تلاش بکنه آینده‌ت مثل کره شمالی باشه، تلاش بکنه که آینده‌ت مثل کره جنوبی باشه، مثل ژاپن باشه، مثل آلمان باشه. چه اون تلاشو نمی‌کنی که میخوای حتما تبدیل پاکستان دیگه بشه، بمب اتم داشته باشه. بنابراین پاسخ به این خیلی راحت هست و راه حلش هم خیلی ساده است که همین فردا اگه خامنه‌ای بیاد اعلام بکنه تمام امکاناتی که منجر به دسترسی به سلاح اتمی میشه رو ما کنار گذاشتیم، بیان نگاه بکنید که منجر اون نشه که صدام روزی که در واقع قسم داشت میخواد که ما این امکانات رو نذاریم از بین بردیم، یه کسی باور نمیکرد. جمهوری اسلامی ممکنه به یه جایی برسه که بخواد این کار رو بکنه، کسی باور نداره. بنابراین این تحریم از اونجا تمام میشه. بله، به طبقه متوسط داره ضربه میزنه، به مردم داره ضربه میزنه، ولی عامل اصلی این تحریم ها جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران و شخص خامنه‌ای هستن که در دنبال میکنن و میتونن همین امروز قطع بکنن. حتی در زمان ترامپ دنبال مذاکره با جمهوری اسلامی بود، تمام بحثش هم سر همین مسئله اتمی بود، چیزی جز اون نبود که خواستش داشته باشه. این یک نکته است. من فکر میکنم که در ارتباط با حمایت غیر سیاسی و دیپلماتیک از جنبش ایران باید به دو نکته اشاره کرد. نخست این که منظور حمایت نظامی است دیگه. نخست این که بر اساس تجربه‌ای که کشورهای اروپایی، آمریکا از افغانستان و عراق و لیبی کسب کردن، بین نجرستن که امکان پذیر نیست که یک کشوری رو با توجه به اینکه ایران از همین کشورها رو هم بزرگی بزرگتر هست بتونن از نظر نظامی شکست بدن، به ویژه زمانی که هیچگونه بدیل حکومتی وجود نداره. و به هم ریختن ایران که وقتی معلوم نیست فردا میخواد کی حکومت بکنه که به نفع هیچ کس نیست که، هرج و مرجه، هیچ کس دنبال هرج و مرج و ناامنی که نیست که، ناامنی از دیکتاتوری هم بدتره. این که تو احساس بکنی همسایت هم ممکنه بیاد به امکانات رو تجاوز بکنه، خب نگرانی باعث میشه که هیچ کسی اقدامی در این زمینه انجام نده. بنابراین نخست این که امکان به اصطلاح حمله نظامی، کاربرد نظامی برای غرب وجود نداره. همونطور که اشاره کردم آن وجه دیگرش این که اگر هم امکان وجود داشته باشه
ایرانی ها به این نتیجه رسیدن که از طریق نظامی دموکراسی و آزادی نمیرسن. صرف از بین بردن یک حکومت دیکتاتوری کافی نیست، باید نگاه بکنی جای اون چی میخواد بیاد. جای اون اگر در افغانستان طالبان میاد، در عراق کشوری سنپاد خود جمهوری اسلامی میاد، در لیبی هرج و مرج و جنگ ده ساله داخلی پیش میاد، این چیزی نیست که مردم ایران طالبش باشن. بنابراین مردم ایران دنبال این هستن که از طریق همین مرگ تدریجی که مسعود نیلی بهش اشاره کرد و جمهوری اسلامی مسبب اصلی و عامل اصلی اون هست، طی بشه و مردم ببینن که جمهوری اسلامی درون فرو پاشیده و دیگه هیچ امکان حرکتی وجود نداره، مجبور بشه قدرت رو اندک اندک تحویل مردم بده، تحویل در واقع حکومت مشروع بده. تو تحویل کی بده؟ واقعیت این است که در ایران یک صدا وجود نداره، همونطور که میگه بدیل وجود نداره، یک صدا وجود نداره. طیفی از صداها وجود داره، از مذهبی ها و غیر مذهبی ها، طرفداران حکومت سکولار و مذهبی. راه حل این است، همونطور نظام پادشاهی، نظام جمهوری اسلامی، راه حل این است که طیف بسیار گسترده ای از اپوزیسیون تشکیل بشه. در جایی گفته شده، من تاکید میکنم به این نکته، که از تاجزاده، سمبولیت نمادی و سمبولیک گفته میشه، از تاجزاده تا شاهزاده میتونین کیف گسترش پیدا بکنه و همه در آینده ایران سهیم باشن. انحصار قدرت هم در زمان شاه نشون داد که نادرست و غلط است، منجر به سقوط شاه شد. انحصار قدرت در جمهوری اسلامی منجر به این شد که وضعیت خودش هم به ورشکستگی کامل برسه، هم از نظر سیاست خارجی و هم سیاست داخلی. بنابراین اگر ایرانی ها به دنبال این هستن که آزادی کسب کنند، باید به این اصل توجه داشته باشند که صرف حذف دیکتاتوری به معنای دسترسی و آزادی نیست. آزادی اهرمش رو یا بدیلش رو یا سکویش رو باید در همین پروسه ایجاد بکنه. و برای اینکه آزادی فراهم بشه، صداهای مختلف میتونن همدیگر تقویت بکنن و صداهای مختلف میتونن جلوی انحصارگری رو بگیرن. باید اجازه داد که همه صداها وجود داشته باشه که انحصار قدرت در دست هیچ نیروی قرار نگیره. آینده ایران اگه قرار باشه همین تک صدایی باشه که هست الان، آینده ایران باید صداهای مختلف شنیده بشه و یک حکومت دموکراتیک به وجود بیاد و همه حق اظهار وجود داشته باشن، حق مشارکت در قدرت سیاسی داشته باشن و مردم از آزادی های مطبوعاتی، آزادی های انتخاباتی، نشست ها و برخواست ها، همین ها برخوردار باشن که بتونن صدای خودش رو به وجود بیارن. در این شرایط من فکر میکنم بیشترین تلاش باید حول تشکل‌های مدنی گذاشت و مردم را از طریق مدنی، نه صرفا سیاسی، نه نظامی، که اون چیزی که امروز در سیستان و بلوچستان رخ داده متاسفانه، بلکه مدنی بسیج کرد و مردم در این سازمان‌های مدنی دنبال خواست‌های خودشون، خواست‌های صنفی و حقوقی و سیاسی خودشون باشند. دکتر علمداری، بارقه ای از امید به وجود آمد وقتی که گروه های مختلف در خارج از کشور هم پیمان شدند، ولی متاسفانه به یک هفته یا دو هفته ادامه پیدا نکرد و نقش براب شد. و آیا نقش جمهوری اسلامی و نیروهای لابیستایی رو که داره، که ما بسیاری از اونها رو میشناسیم و بسیاری از اونا در به اصطلاح به صورت مخالف جمهوری اسلامی میان و اظهار نظر میکنن و دخالت میکنن، فکر نمیکنید جمهوری اسلامی در این زمینه دست بالایی رو داره؟ ببینید، من فکر نمیکنم که بدیل حکومتی ایران در خارج از کشور شکل بگیره. این تصور رو باید از نظام روش خط کشید و خارج از نیروهای سیاسی خارج کشورات بدونن تا زمانی که در ایران جنبش بدیل ساخته نشه، رهبری و سازماندهی ساخته نشه، در خارج از کشور همه ایرانی‌های خارج هم جمع بشن، کار نمیتونم بکنم مگه همشون برن ایران، که نمیرن، یه نفرشون نمیره ایران. بنابراین این ادعاهایی که در خارج وجود داره باید منصفانه و واقع گرایانه باشه که بگیم ما در شرایط داریم، ببخشید، بله، ما در شرایطی میتونیم مثلا کمک بکنیم به آینده ایران که در ایران
تشکیلات به وجود بیاد، رهبری به وجود بیاد، مبارزات مردم به طور گسترده در خیابان‌ها ادامه پیدا کنه، مدنی و سیاسی ادامه پیدا بکنه، اجتماعی، هنری و فرهنگی همه گونه ادامه پیدا کنه، ما هم هامون ها باشیم. بنابراین اینکه دنبال این هستن، برخی دنبال این هستن که در خارج از ایران رهبری درست بکنن و احتمالاً چلبی بسازند مثل عراق، به جایی نمیرسه. باید به نظرم این واقع‌گرایی رو بپذیریم ما که در ایران با حرکت ایجاد بشه. شما امیدوار هستید به اینکه این در ایران یه همچی چیزی در شرف انجامه؟ بله حتما، من امیدوار هستم. مثلا این نوع تحولات که ما دنبال این هستیم که نه تنها دیکتاتوری کنار بره بلکه دموکراسی هم به وجود بیاد زمان بره. بی نهایت ممنونم از لطفتون آقای دکتر علمداری، از اینکه لطف کردید و دعوت من رو پذیرفتید، از بینندگانی که لطف کردید و این برنامه رو برای دیدن انتخاب کردید سپاسگزارم. از سپهر و اسی عزیز تشکر میکنم که امروز جور امیر شهرتی رو کشیدن. تا برنامه دیگر و فرصت دیگر، روز و روزگار به شما خوش.